بنام خدا، سلام بر شما و برنامه نگرش خوش آمدید. وزیر خارجه پاکستان گفته است که پاکستان موافقه‌اش را در امر مبارزه با منابع و مراکز حراس افغانی در خاک پاکستان اعلام کرده است. از طرف دیگر وزیر خارجه پاکستان گفته که در جنگ نیابتی آمریکا از پاکستان استفاده کرد و اکنون پاکستان را دور انداخته است. و سران شبکه یقانی و حافظ سعید در کاخ سفید نوشیده و خورنده هستند. موضوع بحث برنامه امشب نگرش همین است. من مصطفی فیضی. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم. پس از فشارهای بین المللی بر پاکستان، اکنون اسلام آباد صفحه تازه حملات لفظیش را آغاز کرده است. پاکستان متهم است که بیشترین شبکه های حراس افغان از شورای کویته و پشاور تا شبکه حقانی و ده ها شبکه توریستی دیگر را در کشورش پناه داده است. اما وزیر خارجه پاکستان بار ملامت را به دوش نمی گیرد. پاکستان قاطعانه با آمریکا در جنگ با شوروی ایستاد. این یک تصمیم اشتباه بود. آن یک جنگ نیابتی بود. از ما استفاده شد و دور انداخته شدیم. ما را به خاطر حقانی و حافظ سعید ملامت نکنید. اینها کسانی هستند که عزیزان شما 20 یا 30 سال پیش بودند. آنها در کاخ سفید خورده و نوشیدند. حالا شما میگویید که پاکستان به جهنم برود به خاطر که این افراد را پرورش میدهد. در خط درشت راهبرد جدید امریکا در قبال افغانستان، مبارزه علیه لانه‌ها و منابع حراس افغانان در خاک پاکستان نیاز دانسته شده است. در همین حال پاکستان نیز بر آن موافقه دارد. من موافقم که باید تلاش خود را در مبارزه با منابع مالی و از بین بردن حراس افغانی و افرادگرایی در پاکستان ادامه دهیم. ممکن ما مرتکب اشتباهات شده باشیم، اما این اشتباه یا گناه جمعی بوده است. با این حال باورها در افغانستان بر این است پاکستان در هر مقطع زمانی و سودش استفاده کرده است. اگر پاکستان کمک کرد امریکایی را در جنگ سرد، امتیازات بیش از حد گرفت. حتی به این امتیاز رسیده پاکستان که آینده حکومت افغانستان را به اختیار خود داشته باشد. اظهارات وزیر خارجه پاکستان در حال ابراز می شود که حکومت افغانستان نیز بار ملامت را به دوش پاکستان انداخته، بارها تاکید ورزیده که بدون همکاری پاکستان صلح در منطقه و افغانستان ناممکن است. وزیر خارجه پاکستان موافقه اش را در مبارزه با منابع و مراکز حراس افغانی در خاک پاکستان اعلام کرد. این دیپلمات ارشد پاکستانی میگوید آمریکا در جنگ نیابتیش با شوروی سابق از پاکستان سوء استفاده کرده و بعداً پاکستان را دور انداخت. پس از اعلان استراتژی جدید آمریکا، پاکستان حملات لفظیش را علیه آمریکا آغاز کرده است. وزیر خارجه پاکستان میگوید حقانی و حافظ سعید در کاخ سفید خورده و نوشیدند. اینها در پاکستان پرورش نیافتند. سلام مجدد، بعد از برنامه نگرش خوش آمدید. مهمانان من در بحث آقای رحمت الله بیژن‌پور آگاه سیاسی و آقای عبدالمعین معین استاد دانشگاه. مهمانان گرامی سلام و برنامه خوش آمدید. آقای بیژن‌پور، بحث با شما آغاز میکنیم. ارزیابی شما از موقف گیری اخیر پاکستان به خصوص وزیر خارجه پاکستان چی است؟ اینا موافقه کردن که ما میخواهیم در امر مبارزه با منابع توریسم و مراکز توریسم در خاک خود مبارزه کنیم. با سلام به شما جناب آقای معین، متاسفانه ما همیشه در مورد پاکستان با این احتیاط میخوایم سخن بگویم که شتابی که در این مخالفت به نظر میرسه بسیار ظاهری است. در واقع ناگهان ظهور کرد و با یک بارگی با ادبیاتی بسیار بی پیشینه به میدان آمدن و هیچ گونه نسخه دادن نمیشه که این اختلافات در کجا بوده و چگونه هست. مبارزه با حراس افغانی را چرا اینا مثلا دوام میدهند؟ در کجا آمریکا بسیار جدی تلاش کرده بود که اینا توقف نکردند؟ پس بنابراین نمیتوان 100% پذیرفت که پاکستان در سیاست‌های آمریکا کنار زده شده است به صورت قطعی و بعد یک رویکرد دیگری در منطقه برای آرایش نیروها و سفارایی جدید با دوستان جدید مانند هند و کشورهای دیگر است. پس شما سر صداقت ایالات متحده آمریکا لا سوالی میکشید؟ خب بدیهی است. این طبیعی است که خود آمریکایی ها هم نظریاتشون هنوز نظریات انتقادی است. روزنامه ها در اروپا، در صاحب نظران و سیاستمداران کلان همشون
گفتن که مبارزه با هراس افغانی یک مسئله ضرور است، اما مسئله اینجاست که در این سالهای تمام که پاکستان میدان برای نمایشات بود و بعد آمریکایی ها خودشون میدیدن که این همه تحولات در مورد اوضاع منطقه و به اصطلاح به جنجال کشیدن کلی جغرافیا، پاکستان آمریکایی ها خودشون حضور داشتن و وقتی رهبر القاعده را گرفتن، وقتی رهبر طالبان را گرفتن، وقتی هزار تا مسئله دیگه در رابطه با پاکستان به وجود آمد، در سازمان ملل یا در کدام جای دیگری برای یک بحث مشترک در رابطه پاکستان و مزاحمت پاکستان که چرا چنین کاری میکنه اتفاقا به وجود نیامد. چرا شکایت باید از امریکا کنیم؟ چرا باید از خود شکایت نکنیم؟ مگر مسئولیت ما نیست؟ بس بس این بود که موازی جامعه جهانی در رابطه با نسبت تعیین یا تعریف جدید نسبت چون با پاکستان مثلا است. ما که اتفاقا در شیوه وجودی این مسئله بسیار کم رنگ و کم رخ هستیم. اتفاقا افغانستان با عمو درماندگی و مشکلاتی که داره، هنوز هم پاکستان امکانات مزاحمت بسیاری داره در رابطه با افغانستان، چون هنوز هند نیز اطمینان نداره که این سیاست جدید آیا واقعا دهلیز برای هند باز میکنه و بعد اختلافاتی که بین دهی جغرافیای مشترک با پاکستان هست این حل خواهد شد. از کجا معلوم که یک دفعه‌ای سیاست‌ها به اصطلاح کشمیر گذار نکنن و بعد هند یک جنجال جدید دیگه در خودش به وجود نیاد و میلیون‌ها مسلمانی که در هند هست اونا تحریک نشن در رابطه با این مسئله؟ چرا پاکستانی‌ها عادت دارن که اگر یا مطلقاً در استفادهشان باشه و متاسفانه یا مسلمان‌های هند ابزار قرار می‌دن یا مردم افغانستان؟ پس به این منظور فکر میکنم که ما باید یک کمی کنکاش بیشتر داشته باشیم در رابطه سیاست های آمریکا و ببینیم که آیا واقعا راهبرد جدید برخواسته از یک ضرورت و الزام است در باب اینکه هند بدیل باشه و بعد ما کشور بزرگ هند در واقع در کنار افغانستان ببینیم و افغانستان نیز همه مشترکاتش با پاکستان از نظر یک مقاطعه و در احتجاج علیه سیاست های هراس افغانانه در افغانستان اقدام بکنه. اگر چنین سیاستی بود باید پاکستان و امریکایی ها میخواستن پاکستان اول مدارس میبست. تشکر. باید او 40,000 مدارس حداقل 20,000ش میبستن و این مسئله در تحت نظر یک هیئت صورت بگیره. آقای بجن پر، آقای امین، حالا استراتژی جدید دقیق یک برخورد جدید و الزام آور است یا اینکه بالاخره یک دیپلماسی یک برنامه دیگر است به خاطر کنترل منطقه؟ به نام خدا، با سلام خدمت شما جناب آقای بیژنپور و بینندگان گرامی. ببینید، بحث را از جایی باید آغاز کرد که مسائل امنیتی کاملا برجسته شده. امنیت در چارچوب منطقه در حال تبیین است و سیاست جدید آمریکا در قبال افغانستان و استراتژیش مبتنی بر یک منطقه گرایی جدید است. من. و پاکستان تلاش میکنه تا از کاروان جدیدی که شکل گرفته در مسائل امنیتی و سیاست منطقه‌ای عقب نمانه. به عبارتی صحبت‌های اخیری که از جانب مقامات پاکستان شده یک نوع مظلوم نمایی است. من زیاد باورمند نیستم که پاکستانی‌ها با این حرفا می‌خوان که بفهمانند که گویا ما مورد بی‌مهری آمریکایی‌ها قرار گرفتیم. هدف از این مظلوم نمایی پاکستان چی است؟ پاکستان می‌خواهد یک مقدار روحیه ملی را در داخل کشور خود برجسته بسازه و بفهمانه که ما هم قربانی تروریسم هستیم در منطقه و هزینه هایی که باید در قبال مبارزه با تروریسم در درون پاکستان مصرف بشه باید پرداخته بشه به دنبال ای هست. ولی از جانبی یک بحث دیگه هست که این یک پارادوکس است، به خاطر که پاکستانی همیشه گفته بودن که افغانستان لانه تروریسم است و رد پای تروریسم در افغانستان باید جستجو کرد، ولی امروز خودشان دارن اعتراف میکنن که لانه تروریسم در داخل افغانستان است و ما میخواهیم که در درون پاکستان در امر مبارزه با رسافکنی موفق باشه. همین اعتراف ها یا ربط به اون استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا و فشارهای جهانی بر پاکستان دارد یا خیر؟ یقیناً شما ببینید که شریک جدید ایالات متحده آمریکا که در منطقه داره شکل میگیره و میخواد که با سیاست های منطقه ای آمریکا همسو خود بسازه هند است و آمریکا و پاکستانی ها بسیار برایشان یک تهدیده و از این ناحیه بسیار نگران هستند و شما تنش های لفظی شون در مجمع عمومی سازمان ملل هم دیدین و پاکستانی ها سخت دشمن دیرینشان در منطقه هنوز هندوستان است و بسیار برایشان گران تمام میشه که هندوستان دست همکاری داده با آمریکایی ها در قبال مبارزه با تروریسم در درون افغانستان. پاکستانی ها میخوان بفهمانند که ما دیگر در مسائل امنیتی افغانستان دخیل نیستیم و ما سرگرم مبارزه با هراس افغانی در درون هستیم و باید مورد حمایت قرار بگیریم. آقای بیژنپور، چند لحظه پیش گفتن که هنوز هم هندی ها متیقن نیستن که واقعا ما را
اونقدر میدان بزرگ بر ما میتن در افغانستان یا خیر؟ این یک امر استراتژیک است. به زودی نمیتونین که شما تمام نشانه ها و کد ها را ببینین که 100% هندوستان در درون افغانستان وارد یک برنامه جدید شده. این برنامه بسیار طویل است، بسیار طولانی است، حکایت از یک جنگ طولانی میکنه، حکایت از حضور امنیتی طولانی میکنه که نشانه هایش کم کم میبینین. نمیتونیم و هندی ها بسیار محاسبه دارن در منطقه و به زودی واکنش نشان نمیدن در برابر این استراتژی. اما بحثی است که پاکستانیان میخوان نگرانی خود را پیش اعلان کنن و میخوان یک به صورت پیشتستانه وارد میدان بشن و نشان بدن که ما در قضایای امنیتی افغانستان دیگر نمیخوایم که دخیل باشیم. یک نوع فرار از عمل کرد. بله، و بیشتر ببینید وقتی متمرکز میسازن بحث امنیتی را در داخل پاکستان، گویا ما قربانیم و گویا میخوان به مردم خود بفهمانن که ما مورد بیمهری آمریکایی ها قرار گرفتیم. اما از طرف دیگر این اعتراف دقیقاً نشان دهنده این نیست که اون ادعایی را که دولت افغانستان در این 16 سال یا 17 سال کرد حالا بر حق شده میره افغانستان. یقیناً حق روزی روشن خواهد شد. در این شک نیست که ما همواره چیزهایی که در قسم قبول پاکستان گفتیم یا تحلیل هایی که داشتیم یقیناً خب مورد قبول مردم افغانستان بوده و اینکه گوش شنوایی نبوده یا ترکیب او متحدین در منطقه فرق میکرده و استراتژی ها فرق میکرده کسی به این زیاد توجه نمیکرده، ولی امروز چون ترکیب عوض شده و سبک بازی عوض شده دقیقاً شما به حقانیت ندا و فریاد مردم افغانستان همه دارن پی میبرن. اما من معتقد هستم که پاکستانی ها خیلی هم تنزیل پیدا نکرده روابطشان با آمریکا. تشکر. بنده عزیز وقفه داریم. پس از وقفه فیسبوک برنامه و کامنت و نظریات هموطنان همچنان با خود داریم. سلام مجدد. بعد از برنامه نگرش خوش آمدید. در قسمت برنامه نگرش دیدگاه هموطنان خود در پیوند به موضوع بحث امشب نگرش داریم. در صفحه فیسبوک آریانا نیوز موضوع برنامه امشب نگرش ما شیر کرده بودیم. در اونجا فقط یک سوال پرسیده بودیم که آیا میتوان برای وعده های پاکستان در تامین صلح در کشور اعتماد کرد؟ اما تنان ما دیدگاه خود را کردن. آقای جمشید هومن داور نشته کرده که برای پاکستان ضرورت نیست. اول رهبران افغانستان باید اصلاح شوند و اهل کار را به کار باید گذاشت و رسانه‌های داخل افغانستان باید افغانی و مطابق منفعت افغانستان فعالیت کند. بعد همه چیز جور خواهد شد. آقای نقیب رحیمی دقیقاً کامنت داده و اشاره کرده پاسخ بسیار کوتاه گفته نه. پاکستان با دولت و دولت مداران افغانستان بازی طفلانه میکند. هر وقت بخواهد با سخن دلخوش میداند و هر چند لحظه بعد شوخی کرد میگوید. کردم میگوید. این 10 سال از همین طور هست. و دولت مداران ما هیچ حیثیت نگذاشته است. آقای عبدالرؤوف رحمانی گفته که نه خیر، آنها به مقدسات اسلام و انسانیت احترام قائل نیستند. چرا انسان کشتن بدون دلیل در اسلام جواز ندارد و آنها هر روز ابتکارات دارند در این عرصه؟ آقای شاه پروان نشته کردن نه، پاکستان مانند خب با عرض معذرت گفته. و آقای احمد راشد نشته کرده نه، پاکستان کثیف هیچ وقت نمیخواهد که از کارهای شیطانی خود بگذرد. و آقای مصور کوهستانی نشته کرده که هرگز نه. خانم منیژه احمدی نشته کرده که آزموده را آزمودن خطا است. و آقای عبدالخالد احمدی نشته کرده که هرگز نه. آقای میرویس امیر نشته کرده که never. آقای علی اکبری نشته کرده که نخیر. و بنده های عزیز، این بود دیدگاه های هموطنان ما در صفحه فیسبوک. شما هم میتونید دیدگاه هایتان با ما شریک بسازید. حالا وقفه داریم. پس از وقفه بحث ادامه دارد. نشست های دو جانبه میان حکومت افغانستان و پاکستان مؤثر خواهد بود؟ سلام مجدد. بعد همین برنامه نگرش خوش آمدید. آقای بژنپور، قرار است حکومت افغانستان و پاکستان باز هم نشست های گفت صلح از هر بگیرند. فکر میکنید که این بار افغانستان بتونه نتیجه بگیره یا خیر؟ اتفاقا این چندمین بار است که مسئله مذاکرات صلح در افغانستان گرم و سرد میشه، اما پیامدی در کار نیست، اسنادی در کار نیست و به اصطلاح هیچ نهادی هم که روی کار بکنه در افغانستان فعال نیست.
چیزی به نام شورای صلح داریم، اتفاقا به اصطلاح مرکز اعزاز است که برخی رهبران سنتی را در اونجا عزت میکنن و چهار پی هم که از تگدی به دست آمده او را مصرف میکنن تا رضای خاطر دوستان باشه. اما هیچ گونه استراتژی، هیچ گونه دیدگاه، هیچ گونه طرحی برای حل مشکل افغانستان در باب صلح از این و نهاد بیرون نشد. آقای بجنپور، ما در کدام عرصه دقیقاً استراتژی مشخص داریم کلا از صلح؟ البته دولت به صورت طبیعی یک عادت داره پیش میره، توکل به خدا اصطلاح معروف، در هیچ جای ما منشوری، در هیچ جای ما چارچوبی، در هیچ جای ما به اصطلاح بر طبق یک مقرره عمل نمی کنیم که او از پیش در یک سنجش عقلانی به اصطلاح ترتیب شده باشه. همه قراردادها را شکستیم، همه قواعد شکستیم، آمدیم به صورت طبیعی به اصطلاح طبق عادت داریم پیش میریم. حکومت هنوز نداره ختمش خود اعلام نکرد، یک حکومت اون رو به پایان است اما ختمش اعلام نکرد. یک دولت در واقع در درون بحران‌ها شکل گرفت، هیچ گونه بدیلی برای بحران‌ها نساخت و بعد بالاخره است مسئله امنیت که یکی از مسائل مهم افغانستان هست، چرا برش کار زنده نمی‌کنن هم در سطح ملی، هم در سطح منطقه و هم در داخل افغانستان؟ پس های از این حکومت بیرون از افغانستان، از این حکومت میتونیم انتظار داشته باشیم که در گفتگوهای سال واقعا مؤثر و مثمر و مثبت تمام شود؟ اتفاقا ما در همین جلسه در همین بحث مطرح کردیم که راهبرد آمریکا یک داربست یا چارچوب بزرگی است و در اون کشورهای منطقه را سیاست هاشون یک گزینش جدید، یارگیری ها و سفارایی های جدید شکل خواهد گرفت. چگونه است که افغانستان دست روی دست گذاشته است و هیچ چیزی کار نمیکنه و بعد منتظر است که پیامدی هم باشه؟ هند با او شتاب کار میکنه، پاکستان رایزنی میکنه، لابیگری میکنه و به صورت فعال در کشورها حتی برای یک سری پیش بینی های آینده برای خودش. بحران هم نداره، با آمریکا مشکل نداره، اما در یک جنگ ظاهری داره خودش به سمت دیگه میکشه. نخیر، افغانستان که میدان و محمول این بازی است متاسفانه دست روی دست گذاشته است، قرار آرام است. معناش این است که یا آمریکا برایشان میگه که شما آقا بیغم باشین، ما هستیم، کار رو ما انجام میدیم، یا خود مرتبطن با این کشورها و بعد هیچی از سیاست دم نمیزنن. با این شش تا بحران بسیار اساسی در افغانستان که مهمترینش بحران امنیت است، ما داریم در واقع نگاه میکنیم در حالی که افغانستان چهار نعل باید به سمت اهداف خودش بدوه با ابزار، با اسباب، با مکانیزم کارها. آقای ما این مشکل در کجاست که افغانستان با این همه مشکلاتی که دارن، حالا به عقیده آقای بجنپور چهار نعل به طرف اون اهداف نمیدود؟ شما ببینید، همین به ساختار و تشکیلاتی که چیزی به نام کمیسیون آوردن صلح یا صلح در افغانستان تنظیم شده، اصلا این چی هست؟ این هستی این در کجا هست؟ این باید اول بفهمیم که این کمیسیون به خاطر چی هست؟ و این برنامه صلح افغانستان از کجا شروع شده، به کجا رفته؟ همین حکومت ها یک دفعه بیان با مردم تسویه حساب کنن، بسیار صادقانه صحبت کنن که ما تا حالا چه کار کردیم، کدام صلح به افغانستان اینا آوردن. این یک بسیار امر بسیار ضروری است برای مردم. مردم به دنبال صلح میگرده و اینها میگن ما داریم صلح میاریم. صلح در کجا نهفته است؟ صلح فقط در دو بلند کردن چهار نفر تروریست است؟ آیا فقط صلح را به همین چیز باید تقریبا تعریف حکومت همین است که رد بدل کردن چهار نفر تروریست؟ من به شما همیاله میگم، آوردن آقای حکمتیار در پروسه صلح افغانستان و در کنار دولت افغانستان، شما فکر میکنید که برنامه صلح افغانستان این کار را انجام داده؟ یقینا افغانستان یک دستاورد خواهد، حکومت افغانستان دستاورد میخونه، خود آقای حکمتیار میگه نیست. خود آقای حکمتیار ابراز میکنه، بیان میکنه که ما را برنامه صلح افغانستان نیاورده به داخل افغانستان، ما را یعنی نشان میده که گویا در اینجا دستای دیگری است که وارد گفتگو میشه پنهانی در بیرون از افغانستان و آقای حکمتیار در چه نوع دستایی قرار میده. ببینید، برنامه های منظم و تنظیم شده ای که در افغانستان همواره تونسته پروسه های جنگ و صلح افغانستان را رقم بزنه. اشاره شما هم جنگ را به میان آورده، بله هم جنگ را به میان آورده هم صلح نویسان، بله. اما برای ما صلح یک امر ضروری است. ما میخواییم که مردم ما به صلح برسن. صلح تنهایی نیست که شما فقط یک نفر را بیاورید و نشان بدید. به عبارت حکومت افغانستان فقط به لبخند پاکستان و آمریکا احساس میکنه صلح آمد. هر وقت آمریکایی‌ها ما لبخند زدن، هر وقت پاکستانی‌ها لبخند زدن، ما احساس می‌کنیم که صلح در افغانستان تامین است، در حالی که این لبخندها در پشتش یک خنجر است. خب چرا حکومت افغانستان درک نمی‌کند که در خبر لبخند در خیم خنجر وجود دارد؟ ما به خاطر اینکه برنامه‌های جنگ و صلح افغانستان به طور منظم پیش نمی‌ره. ما در جنگ افغانستان با ادبیات صلح گپ می‌زنیم. در برنامه‌های صلح می‌خوایم که بسیار با احساساتی می‌شیم و می‌خوایم با ادبیات جنگ پیش بریم. این دو حوزه رو باید تفکیک کنیم که برنامه جنگ و صلح در افغانستان از کجا شروع شده، به کجا ختم شده و به کجا خواهد رسید. تشکر آقای امین. آقای بجنپور،
بازم به حرفای آقای وزیر خارجه پاکستان میگم که گفته آمریکا در جنگ سرد از پاکستان استفاده کرد و اکنون ما را دور انداخته. آیا این استفاده یک طرفه بود یا دو طرفه؟ هم پاکستان از آمریکا و هم آمریکا از پاکستان. فکر می‌کنم که جنگ سرد که بسیار پهنامند است و تنها مربوط پاکستان است، کلی کشورهای دیگر منطقه بودن به یک نحوی در این خطابی کلان در یک گوشه قرار گرفته بودن. پاکستان‌ها چون دوران آغاز زندگیشون هم مربوط به آغاز دوره جنگی سرد و اینها اصلا طولانی تر از این نیستن، به این منظور اینا در درون یک جنگ سرد به وجود آمدن. بنا سیاستهایی که هند در منطقه داشت، اتفاقا آمریکایی ها تلاش کردن که مترتبی که اسرائیل در منطقه بسیار زیاد حمایت کردن، از پاکستان نیز به حیث یک نماد اسلامی در کل کشورهای اسلامی 30 کشور اتفاقا از این دفاع بکنن، اینا را هم حمایت کنن، اینا هم صاحب اتم شدن و بعد بالاخره پیشرفت کردن و یک آدم همکاره ها گرفتن. پاکستان چشم پوشی میکنه تو استفاده و پاکستان با این همه که هیچ چیزی حاصل کار خودش نیست، مربوط به حمایت های غرب است. از کجا میگه که ما به اصطلاح استفاده شدیم و دور انداخته شدیم؟ اصطلاحی به اصطلاح کاربردی این اصطلاحات نشان میده که اینا به صورت صادقانه سخن میگن، یعنی ادبیات اعتراض دارن شکل میدن اما اعتراضی وجود نداره. بنابراین این استعاره ها در سیاست بسیار معناپذیر نیست. فکر میکنم که پاکستانی ها کوشش میکنن تمرین بکنن که مقدار خود در روحیه آدمای ناراضی قرار بدن تا هندی ها باور کنن که آمریکایی ها را بپذیرن، یعنی هند باور کنه که آمریکایی ها دارن میگذرن عبور میکنن پاکستان و ما را این یک برنامه مشترک ایالات متحده آمریکا و پاکستان مسلماً در هیچ شکی نیست، در هیچ شکی نیست. چرا به یک بارگی چنین چیزی پیش آمد؟ پاکستان خلاصی نکرده است، خطایی نکرده است. از کجا شد که بلافاصله با آقای ترامپ مثلا راهبرد جدید ایراد کرد و گفت که پاکستان دوست ما نیست؟ اما تطبیق در مورد طالبان گفت که اینا دشمنان ما نیستن و بعد در مورد القاعده گفت که ما دیگه مشکلی با اینا نداریم و بعد یک سره باز بحران خلق کردن. این به اصطلاح گفتگوگری های این گونه گرم سرد و یا پارادوکس و کجدار و مریض در حقیقت اینا چیزی نیستن که اهالی منطقه را به اصطلاح اهل فکر و اندیشه و سیاست در منطقه را متقاعد بسازه. عادی ترین آدم ها شک خواهند کرد که پاکستان منطق اختلافی با آمریکا را تا هنوز توضیح نداده. به خاطر چی اختلاف داره؟ برای تروریسم که مسئله بوده که آمریکایی ها اشراف دارن برو میشناختن، میدونستن، لانهش میفهمیدن، مربیایش میشناسن و مراکزش میدونن. چرا اعتراض نمیکنن که نهادها را ببندین، مدارس را ببندین، افراطی گری دیگه به حیث یک نظریه در پایگاه اعتقادی وارد نکنین و بعد مسائل ملت های دیگه را باید شما احترام بکنین. دوست ما هستن، ما در منطقه آرامش میخوایم، ولی میگن که خب پاکستان باید احتیاط خود کنه. من به نظرم این مسئله بسیار شوخی آمیز است. آقای می شورا به یک بارگی چنین چیز پیش آمد، پاکستان به نوی از اونها حامی توریسم شد، حالا پاکستان هم میپذیرد که ما مبارزه مشترک فلانه های توریسم در پاکستان میکنیم. بله، من پیشتر یک موضوع خدمت شما عرض کردم که پاکستان میخواد بفهمانه که در افغانستان دیگه ما پای ما در مسائل امنیتی افغانستان دخیل نیست و ما میخواهیم که در درون کشور خود لانه های توریسم را ببندم و نیاز به دریافت هزینه ها دارم. یک مسئله و اینکه بازم نشان میده ما موافق هستم که پاکستانی ها در یک پارادوکس به سر میبرن و دقیقاً شفاف نیست که آیا واقعا اگه میخوان تروریسم از بین ببرن. خب بیشتر صحبت شد که پایگاه های تولید، تجهیز و صدور تروریسم در پاکستان هست دیگه. شما از درون مدرسه ها میبینید تا جریان های مختلف رادیکالی که در درون پاکستان شکل گرفته و بلای جان منطقه و افغانستان و جهان شده. پاکستانی ها به نحوی میخوان که یک همسویی ایجاد کنن. من به شما میتونم به جرئت بگم که پاکستانی‌ها با همین سیاست بعضی از جریان‌های تروریستی رو در درون با خود همسو می‌سازند در برابر سیاست‌های هندوستان. شما آقای معین اشاره کردید که پاکستانی‌ها یک پارادوکس قرار دارد. از دید و تعریف ما در یک پارادوکس قرار دارد یا واقعا چون این چیز است؟ نه، واقعا در قبال مسائل صلح در منطقه و در درون پاکستان در یک پارادوکس به سر میبرند. اگر پاکستان واقعا اراده داره، واقعا میخواهی که ملت خود نجات بده از این بدبختی ها، از آغاز همین درگیری ها در صفحه جدیدی که در منطقه باز شده باید این لانه ها رو کم میکرد و این لانه ها رو واقعا باید مبارزه میکرد، نه برای افغانستان، برای ملتش، برای مردمش. خب پس میتونیم بگیم که سیاست اعلامی پاکستان یکی است و سیاست مالیش چیز دیگر است. پس پاکستان در پارادوکس قرار ندارد. این تعریف ما و شماست که از بالاخره فکر میکنیم که پاکستان در پارادوکس قرار دارد. دقیقاً در پارادوکس است. شما ببینید، من فکر میکنم که بیشتر از اینکه پاکستان به فکر منافع استراتژیک مردم خود باشه، به فکر آوردن صلح در پاکستان باشه و به فکر این باشه که مناطقی که در او تروریست تربیه میشه اینا رو بتونه از بین ببره و به یک رویکرد صلح‌آمیز عبور بده، بیشتر به فکر اینه که رژیم
خود را نگه دارد. یک نگاه رژیمی داره به وضعیت و پاکستان دقیقاً در این عرصه سعی میکنه خود را حفظ کنه. اما این نشان میده که پاکستان هیچ انگیزه ای نداره. من بحث ما ایست که ما تنها صلح را از پاکستان به خاطر افغانستان توقع نداریم. پاکستان اگه واقعاً صلح را به عنوان یک میشه گفت که یک آرمان میپذیره و میخواد که ملت خود را از این وضعیت نجات بده، خب باید کار کنه. ما پیشتر هم اینجا بحث شد، باز هم میگم که پاکستان در فرصت‌های بسیار زیادی رو از دست داده. پاکستان در مذاکراتی که با در کشورهای دور کرده، پاکستان در مذاکراتی که با افغانستان داشته صادق نبوده و حالا داره میفهمانه که گویا تروریسم در داخل پاکستان هست و من نیاز به همکاری دارم، نیاز به مساعدت دارم تا بتونم لانه‌های تروریسم از بین ببرم. آقای من شما گفتین که پاکستان در تلاش است که رژیم خود حفظ کنه، مگر بقای اگر اصل نیست؟ منافع ملی تنها حفظ یک حکومت نیست، منافع ملی حفظ منافع عموم است و پاکستان زیاد بی فکر نمیکنه، سعی میکنه که فقط دولت مردا حفظ بشن، نه اینکه ملت پاکستان مردم پاکستان بتونه از یک وضعیت بیرون شه. تشکر آقای مهین، به نهایت از وقت فرداریم، پس از وقت برنامه هم چنان نبود. چقدر این نشست ها دامنه بی‌اعتمادی میان دو طرف را کاهش می دهد. سلام مجدد، بدان برنامه نگرش خوش آمدید. مهمانان من در بحث آقای رحمت الله بیژن‌پور آگاه سیاسی و آقای عبدالمعین معین استاد دانشگاه. موضوع بحث ما گفته های وزیر خارجه پاکستان. آقای بیژن‌پور، وزیر خارجه پاکستان گفته که سران شبکه اخوانی و حافظ سعید در کاخ سفید نوشیدن خوردن. با این دیدگاه موافق هستین؟ مسلما یک سری گپا که دورانش گذشته نظر اطلاعاتی مصرف نداره و بعد به اصطلاح به حیث یک حادثه معرفی میشه. این مثل مون نوشتن آقای جان کولمن که کمیته 300 نوشت. رئیس استخبارات انگلیس بود و بعد از 30 سال تمام رویدادهای نظام مصرفی استخبارات اعلام کرد. گپای پاکستانی ها هم مسئله است. وقتی میگه که آقای حقانی و آقای حافظ سعید در آمریکا بودن، یعنی که آمریکایی ها این نهادها را ساختند. معناش ایست که داره به دیگران اعلام میکنه که آقا ما نبودیم که این کارا رو میکردیم. این افراطی‌گری و این هراس افکنی و این جمعیت سازی های مثلا تروریستی رو در حقیقت آمریکایی ها دارن انجام میدن. ما مأمور بودیم که اونا اونجا می بردن، تفاهم میکردن، به ما میفرستادن و ما اینجا ترتیب تنظیم میکردیم. اگر این خراب بوده، خب آمریکایی ها خراب کردن و اگر درست است، خب ما بودیم درونش بودیم. پس مشکل در کجاست؟ یک بحث جدید. اینجا هم پارادوکسی که پیشتر گفتیم مسئله این است که این نشان میده که اینا در یک بحث عباس دارن شعور دیگران را بازی میکنن، به خاطر اینکه اگر این ناصادقانه است، اگر این جنگی زرگری است، خیلی چرا تا اینجا عمیق است که اونا دارن از روابط با افراد سخن میگن که این افراد آمدن در کاخ سفید بودن، در مهمانخانه های مخفی استخبارات آمریکایی در آمریکا ترنینگ شدن و بعد داده شدن به پاکستان که از اینجا مدیریت شون در جغرافیای بحران در که افغانستان شامل اوست. بنابراین به نظر میرسه که غرب نیز یک سری از گپای استخباراتی له شده باشه، این در حقیقت لو رفته به قول معروف، یا فاش شده. افشا شدن برخی از برنامه ها در مناسبت های استخباراتی باعث میشه که سیاست های کلان نیز تحت تاثیر او قرار بگیرند. شیای وجودی یک بازیه های اعلام ناشده یا به اصطلاح استخباراتی که در حوزه افغانستان اعلام میشد، از فروریختن دو قلعه های منهتن و از تروری احمد شاه مسعود و هم از حوادث دیگه در منطقه و بعد بالاخره موزیگیری های که القاعده داشت و بازیه هایی که صورت گرفت، همه اینا به نظر میرسید که اینا به یک بارگی شکل نگرفتند. و یادتون باشه که او سریالی که برای تحقیق و اثبات این ماجرا شروع کرده بودند، در 5 جلسه ختمش کردند و هیچی معلوم نشد که مسئول اون کیها بودن و از کجا هستن. چند تا آدم های تابع کشورهای دیگه نشان دادن و تمام شد. آقای معین، تعداد از تحلیلگران میگویند که وزارت خارجه پاکستان و در کل پاکستان با این گونه موقف‌گیری خود در صدد یارگیری از منطقه است. حالا وقتی که میاد میگه که حقانی و سران حقانی در کاخ سفید و بالاخره حافظ سعید در کاخ سفید نوشیده و خورده، دقیقاً در صدد ازی است که در منطقه دوستای را برای خود جلب کنه. موافق هستین با این دیدگاه؟ تا حدودی بعده. ببینید، پاکستانی ها پیشتر هم صحبت شد که رد پای شکلگیری جریان های تروریستی را میخوان به غرب ببرن و در کاخ سفید. اولا در کاخ سفید پاکستانی ها هنوز هم می نوشند و هنوز هم می خورند
و معتقد نیستم که الان دیگه نه می نوشن و نه می خورن. ولی پاکستانی ها یک قسمت از صحبت شما موافق هستم که می خوان روحی منطقه رو با خود داشته باشند و متناسب با نبض منطقه می خوان حرکت کنن، روس ها رو با خود نزدیک بسازن، چینایی ها رو اطمینان بدن که گویا ما با شما هستیم در منطقه و در آوردن امنیت در منطقه ما میتونیم که یک شریک خوب باشیم. پس بهتره بگیم که واقعا پاکستان حالا دور رفتیده؟ پاکستان به هیچ وجه در روابط عمیقش با آمریکایی ها دور نیفتاده و او تنزیل پیدا نکرده تا او سطحی که ما باید بپذیریم، اما چون مناسبات منطقه‌ای هست و پاکستان هم بالاخره به عنوان یک کشور و یک دولتی که با روابط استراتژیک داره با آمریکا، بخشی از این بازی‌ها رو باید خودش برای خودش انجام بده. چنان که به طور مثال ما میگم در جنگ سرد که پیشتر شما اشاره کردید، دوران جهاد افغانستان اگر بخشی از کمک‌ها به خاطر اهداف غرب بود، بخشی هم برای خود پاکستان بود. در دوران طالبان اگر بخشی به خاطر افغانستان بود، بخشی به خاطر خود پاکستان بود. پاکستان در یک قسمت قرارداد قرار داشت و برای خودم کار میکرد. همچنین مبارزه با تروریسم، اگر برخی از کمک‌ها به خاطر برهم زدن امنیت در افغانستان و در منطقه بوده، بخشش منافعش مربوط به پاکستان بوده که در سیاست خارجی پاکستان نافته بوده. حالا هم پاکستان میخواد بفهمونه که با وجود روابط عمیقی که ما با آمریکا دارم، اما در بعضی از حوزه‌ها دستم باز است و میتونم که فعالیت‌ها و برنامه‌هایی رو داشته باشم. اما بازم معتقد نیستم که این دو حوزه از هم جدا است. پاکستان با غرب خیلی در یک تنش به سر میبره و از هم دیگر جدا هستن. نه، اینها مکمل هم دیگر هستن. آنچه پاکستان انجام میدهد دقیقاً زیر سایه آمریکا است. آنچه که آمریکایی‌ها میخوان دقیقاً باید مطابق با اهداف استراتژیکشون در درون منطقه باشه. اما تنش‌هایی هم وجود داره. این تنش‌ها طبیعی است و اینکه بعضی وقتا بعضی مسائل از درون دستگاه استخباراتی درز میکنه بعد از سال‌ها، این هم امر طبیعی است. بعضی چیزا رو درز میکنه و میخوان دوباره در میدان بره. بله. این در دستگاه منافع ملی میارن تا دوباره بتونن یک بازخورد داشته باشه و بتونن یارگیری کنن هم از درون هم از بیرون. حالا شما اشاره کردید که بعضی بازی‌ها را پاکستان با توجه به منافع ملی خود اخیراً انجام میده. بله. مگر امکان دارد که این بازی‌ها در تضاد با دیدگاه‌ها و منافع ایالات متحده آمریکا و در کل غربی‌ها باشه؟ بله. ممکن که باید به این بپردازیم که کدام سطح در چه زمانه‌ای و در چه زمینه‌ای برای پاکستان اهمیت داره. در جنگ سرد بحث جهان دو قطبی بود، بس یک طرف قدرت جهان بود. در اهمیت داشت. در عالم برمیگردم به در شرایط کنونی و در وضعیت منطقه که تمام چیز منطقه‌ای تعریف میشه، مناسبات منطقه‌ای تعریف میشه، پاکستان نمیخواد که از نقش خود در منطقه دور بمانه و در کنار اهداف استراتژیک قدرت‌های بزرگ میخواد بفهمونه که به عنوان قدرت اتمی و کشوری که در منطقه در جنگ سرد حضور داشتم و دخیل بودم و میتونستم منطقه رو مدیریت کنم، امروز هم میتونم مدیریت کنم. اگر آمریکا هم نباشه، ما به عنوان قدرت منطقه‌ای باید مورد شناسایی قرار بگیرم. واقعاً پاکستان قدرت منطقه‌ای است. واقعاً پاکستان یک قدرت است در منطقه. بله. اما تحلیل‌ها امروز این گونه است که با حمایت از هند قرار است اون قدرت رو بزوال. پاکستان به عنوان یک قدرت منطقه‌ای جدید است، ولی پاکستان در مناسبات قدرت بعد از جنگ دوم جهانی و در دل جنگ سرد به عنوان کشور پرقدرت حضور داشته و امروز هم در معادلات جنگ و صلح در درون منطقه حرف اول میزنه پاکستان. تشکر آقای بجانپور. خب حالا وزیر خارجه پاکستان میاد میگه که حافظ سعید و سران شبکه حقانی در کاخ سفید هم خوردن هم نوشیدن، اما امروز گزارش های وجود دارد که این سران شبکه حقانی و حافظ سعید و بالاخره دیگر رهبران طالبان و گروه توریستی در پاکستان بسر میبرند. بله، فکر میکنم که یک وقت شرکت های بزرگی مانند یونیکال و اینا هم رهبران القاعده را شریک خود داشتن و بعضی ها تا جایی رسید که اونا آمدن در افغانستان جا بجا شدن و قضیه رو شد. بعد شروع کردن که نه، این بازی القاعده است و یک افراطی‌گری و هراس افکنی کلانی در منطقه داره شکل میگیره که منافع ما را در کشور ما تهدید میکنه. بنابراین برای مبارزه با این بابا باید در کشورهای مربوطه دست آسین بالا بذاریم که دیگه القاعده رشد نکنه و ظاهرا یک فصلی از مبارزه علیه القاعده هم آغاز شد. دیدیم که اون شرکای به اصطلاح شرکتی آمدن و بعد یک جنگ دیگر در منطقه به اصطلاح آغاز کردن. حالا بمانه که نمیدونم القاعده را رهبرش به اصطلاح بن لادن کشته شد نشد، به کسی معلوم نیست، جنازه ای هم در کار نبود و بعد آدرسی هم برای خاک سپاریش نیست. همون ترتیبی که ملا عمر هم ترتیب آمد و بالاخره گذشت، نفهمیدیم که در کجا کشته شد و در کجا دفنش کردن. پس به ترتیب معلوم است که این فصل دیگه هم ادامه هم بازی هست. در واقع پس از جنگ سرد و پس از این خطابی که شکل یافت پیشر دکتر سمینم فرمودن، استاد مینم فرمودن، مسئله بر سر این شد که
وضعی منطقه چندان به اصطلاح آبستن یک سلسله تغییرات و تحولات است که آمریکایی‌ها برای حضور خودشان در اینجا بسیار زمینه را مساعد دیدند. اون یک نمایشی که به اصطلاح حرکت‌های تروریستی در دو کشور اروپا آفریقایی صورت گرفت و بعد بقیه هم در مسئله افغانستان و عراق شکل گرفت، اینا به منطقه آمدند. اما یک مسئله بمانه که پاکستان به مثابه دوست منفعت و مصلحت آمریکا در منطقه در همه دوره‌ها با آمریکایی‌ها بوده. معلوم است که تنها اینایی نیستن که در اونجا میخورن و میشونن و بسا مینوشن، کسان دیگه. پاکستان نیز برای هزینه های سنگین میگرفت. 6.5 میلیارد پولی که این سالانه میگرفت برای چی بود؟ طبیعی بود که برای او 40,000 مدرسه است، برای او حراس افکنی است و افراطی‌گری. آقای تمین، حملات لفظی پاکستان فکر میکنید که نتیجه بده؟ حالا میاد هند ایالات متحده امریکا را به نوازونا متهم میکند، متهم به حمایت از حراس افکنی. وقتی من فرض میکنم که این حملات لفظی و این مشاجره لفظی خیلی عمق نداره، خیلی بیخ نداره و خیلی نمیتونه که یک فاصله رو نمایش بده و تبیین کنه، خب یقین دارم که در پس این پرده مناسبات دیگری هم خوابیده است و نهفته است و اینها فقط به خاطر این است که منطقه را بتونن دوباره مدیریت کنند. این یک فصل جدید است از مبارزه علیه تروریسم و اگر آقای مقامات پاکستانی آقای حافظ سعید رو میگن نوشیده و مست در منطقه آمده و مستانه جنگ کرده، کسان دیگری هم پاکستان داره که شاید نوشیده باشن و از این بعد به عنوان مهره ها در درون منطقه کار کنند. اما تعداد اصلیگران میگن که اگر اونها در اون زمان نوشیده بود، امروز رهبران پاکستان در طریقت در اون کاخ سفید هم میخورن و هم میروشن. این نوشیدن ها بیشتر به شما گفتم ادامه خواهد داشت و این آدم های مست دوباره در منطقه فقط چهره ها عوض خواهد شد. تشکر بینده های عزیز، وقت فرداریم. چقدر این نشست ها صداقت پاکستان را در امر مبارزه با حراس افغانی ثابت خواهد ساخت؟ سلام آجده آقای بیژنپور، پاکستان بازی خود می کند، ایالات متحده امریکا بازی خود می کند، هند همچنان وارد بازی جدید شده، ما چرا خفته هستیم؟ مشکل در کجاست؟ بزرگترین مشکل ما این است که هم فرصت ها و هم زمینه هایی که به وجود آمده بود متاسفانه به دلیل نداشتن آمادگی های لازم بخشی مهم اونا از دست شد و دولت افغانستان با این دست نگری که عادت کرده و بعد به دنبال وابستگی خودش است و به دنبال ایست که موازیش منافعش در واقع دیگران تعریف بکنن، همیشه در همین حالت خواهد ماند. بسیار خوب است که پاکستانی ها با یک بلاغت سیاسی در واقع خودشان دارن، برای خودشان مصلحت میسازن، بازی خلق میکنن و در بازی فعالند. انصافا حق اوناست. وقتی در بازی های کلان هم در سطح به حساب در نظام بین‌المللی و هم در منطقه و هم در سطح ملی دارن برای جلوگیری از بحران ها و خاطر اینکه یک نمایش به حساب سطح توسعه و انکشاف در کشورشان نشان بدن، با آن که مشکلات مالی دارن، کوشش میکنن که بازی های کلان خلق بکنن که در اون بازی ها مشکلات ملی تحت شعاع قرار بگیره و بعد مردم بگذرن به یک مرحله دیگه. اما افغانستان با منافع اقتصادی هم چنان مدد کرد کاملا. افغانستان همیشه منافع بیرونیش دیگرها تمثیل میکنن و در سطح داخلی بر رخ همدیگر میپرن. در حقیقت ما تا حال نظامداری افغانستان ندیدیم که با یک نگاه عمود بر مسائل کلان و کشورهای به همکار و در سطح بین‌المللی طوری به اصطلاح سیاست کنه و رفتار بکنه که اونا سطح نیاز ما را به صورت درست برای ما ترجمان باشند. یعنی در حقیقت ما توانسته باشیم یا توانسته باشیم واقعیت‌هایی که برای افغانستان نیاز است مطرح بکنیم. این است که بی ابزار و جنگ شیر میریم و بعد به هیچ آمادگی و نیزار. این مشکلات ماست. فرصت ها پیش آمد، استفاده نکردیم. فرصت پیش آمد که 40 کشور و بیشتر از این در افغانستان باشن و ما با پاکستان به تصفیه حساب کنیم در باب ای که حداقل مستند بسازیم که چقدر مداخله در مورد ما شده. از این جهت میگیم که بازی ساختگی است. اون زمان کشورها هیچ توجه نمیکردن به پاکستان. از رای پاکستان اکمالات و امکانات و رفت و آمدها و مراودات و سیاست های پنهان و پنهان و دولتی های ما داشتن بیچارگی میکشیدن که اگر افشا کنن برای خودشان زیان، اگر تماشا کنند برای مردم میزه تاوان. پس منافع ملی رو دخیان بعد بالاخره منافع شخصی کردن. همیشه چنین بوده است. اگر دولت بر مبنای ملی محور بودن سیاست ها و مصلحت ها و تعریف منافع ملی کشور عمل بکنه، خب طبیعی است که ما راحت هستیم. در وضع کنونی داریم بحران بین هند پاکستان و مسئله این کتابی که بین
به اصطلاح چین و این کشورها و روسیه و آمریکا هست، ما به راحتی می توانیم یک موازی خوبتری بگیریم و افغانستان از این جلگه بحران به امن ثبات و از جلگه ثبات بره. آقای بجنپور، آقای مین، تا به کی باید منتظر باشیم که منافع ما را دیگر را تعریف کنه؟ حالا با جنگ ما را، صلح ما را منتظر ابروی پاکستان و ایالات متحده آمریکا باشه. ببینید، بخشی از این مشکلات که شما فرمودین و جناب آقای بیژنپور هم اشاره کردن برمیگرده به وضعیت داخلی افغانستان و نیروهای سیاسی که در درون افغانستان است و همچنان حکومت افغانستان. وقتی ما به یک انسجام و نظم درونی نرسیم و موضع مشترک در برابر دشمن نداشته باشیم، در برابر همسایه نداشته باشیم، در برنامه‌های صلح، در همکاری‌های اقتصادی، در همکاری‌های سیاسی امنیتی نداشته باشیم، خب همین آش و همین کاسه خواهد بود. نه. یک بخشی هم برمیگرده به بیرون که وضعیت پیچیده است. شما ببینید، پاکستان به عنوان قدرتی که هنوز قدرت‌های سنتی و برنامه‌های سنتی پاکستان رو به عنوان یک نماد در منطقه حمایت می‌کنند. عربستان در حوزه کشورهای اسلامی، آمریکا در حوزه کشورهای پرقدرت جهان و هژمونیک، در منطقه چین و امروز هم نگاه نرم روس‌ها به پاکستان، اینها نشان می‌ده که پاکستان هنوز در محراق توجه است. این یک مقدار زمان بر خواهد بود تا این مناسبات و معادلات جنگ و صلح در منطقه عوض بشه و پاکستان جایگزین پیدا کنه در منطقه. مثلا هندوستان جایگزین پاکستان شود و مناسبات افغانستان با پاکستان خوب است، با هندوستان خوب است و بتونه در یک معادله بهتر قرار بگیره. آیا حرکات تأخیر دقیقاً به معنای جایگزین پیدا کردن پاکستان در منطقه نیست؟ دوباره میشه سوال؟ آیا حرکات تأخیر استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا نقش دادن برای هندوستان؟ ببینید، به یک استراتژی به یک قدرت هژمونی که جهانی است در قبال منطقه که منافع خود در بر داره و در منطقه حرفای خود را دارد، که بحث ما هست. در این شکی نیست که باید همسویی داشته باشیم، باید این خطوط استراتژیک را درک کنیم و خود بتونیم به او وقف بدیم و در چارچوب این بتونیم عمل کنیم. بخشی برمیگرده به سیاست خارجی ما در درون منطقه. ما می‌خوایم به عنوان یک ملت، به عنوان یک دولت، به عنوان مردمی با کشورها همسایه ارتباط داشته باشیم، با حوزه کشورهای مرکزی آسیای مرکزی، با جنوب و با کشورهایی که در همسویی با افغانستان هستند هم دست همکاری دراز کنیم. در این جمع یک مقداری به تأخیر انداختیم بعضی چیزها. ما مطمئن هستم و موافق هستم که ما در طی این سالهایی که ما واقعا مورد حمایت و پرمهری دولت ها قرار داشته، ما نتونستیم به خود بیاییم و نتونستیم که حداقل یک استراتژی درست رو تبیین کنیم در منطقه و امروز داریم دست پا میزنیم و او قدرت ها و او پول ها و او حمایت ها هم وجود نداره. به عبارتی ما این زمینه ها را به تأخیر انداختیم. زمان را به ضرر خود به تأخیر انداختیم. تشکر آقای بجنپور. بس چه کارهای باید صورت بگیره؟ مثلا من هم ترتیبی که جناب آقای مین گفت، ما با سطح ملی نظام باید استحکام پیدا بکنه تا این قالب در واقع توانی رو داشته باشه که ظرفیت ها رو بر رخ دنیا بکشه. اگر افغانستان خط مش خودشه، روش های خودشه و بعد سیاست های منطقوی و جایگاه خودشه در نظام بیندل تعیین نکنه و با این همه آسیب هایی که داشتیم، با این همه سیاست های گرم و سردی که در افغانستان بود، ما یک قاعده ای رو به اصطلاح که مسلم است در وضع منطقوی برای آرامش بخشیدن همسایه ها و بعد برای استقرار روابط مناسب، روابط متوازن در منطقه، اگر عمل نکنیم، خب طبیعی است که این گرم و سرد شدن هم منفی ما نیست. اگر بین پاکستان و هند یک سلسله چالش ها جدی شود، معناش نیست که افغانستان در جلگه امن قرار میگیره. چون افغانستان عامل این مسئله هست، طبیعی است که از هر دو سو مورد یک سلسله بیماری ها قرار خواهد گرفت. آقای مین، شما میشه چه کار میکنید؟ من در سه سطح رو میتونم که در نظر بگیرم که افغانستان در کدام سطح بیشتر میتونه کوشش کنه. سطح ملی، منطقه‌ای و سطح جهانی. در سطح جهانی ما پشت کوریدورها نگردیم، فکر میکنم افغانستان جایگاهی هم نداره. در سطح منطقه‌ای میتونیم مبتنی بر یک سطح ملی واحد ما میتونیم موفق باشیم. اگر ما در درون در سطح ملی خود بتونیم به یک انسجام برسیم و بتونیم نیروهای سیاسی رو همسو بسازیم در درون با خود، یقینا موثریت داریم در سطح منطقه. بله، تشکر آقای معین و آقای بیژنپور از حضورتان در بسما. این در حال عزیز تشکر شما هم تا برنامه بعد شما را بالله بینیاز.